در روزه در ماه مبارک رمضان به شکم خالی گپ زدنم کار آسان نیست، حوصله کار دارم، اما چون مهمانی است و مهمانی بدون صحبت اصلا معنی نداره، باید دیگه گپ بزنیم. خب چی حال دارین سلیم جان؟ صحت شما خوب است؟ قربانتان، تشکر. ما از طرف خود برای تمام ملت افغانستان این روز یعنی پر برکت که ماه مبارک رمضان می باشه با تمام افغانستان تبریک میگم. چطور هستی امرای روزه؟ روزه شما را گرفته یا شما روزه را گرفتین؟ والا خدمتتان عرض شوه که خود روزه یک بخش بسیار اساس انسان است، یکی که دین آدم ماکم می باشه و دیگه برای خود وجود انسان بسیار فایده داره. ببین ماشین موتر ما شما میگیم، ماشین موتر یک تفریح داره، انسان هم برای یک ما خیر است تفریح، او پروردگار خودش دیده و این کار کرده. منطقه اگر نظر من رو میخوایی سلیم جان، بجای یک ما دو ما روزه بگی خودت. والا کل دوستان میگه کم بخو، ما کم میخورم، مگم بدبختانه ایتر یک حساب است که همی تیپ ما میرنگی است. کوشش میکنم. سلیم جان، کدام وقت هم شده که در ماه مبارک رمضان شما شوتنگ داشته باشین؟ والا تمام فیلم های ما در ماه مبارک رمضان بوده، کل فیلم های ما، من دین روز هم شوتنگ داشتم در کاپیسا، بسیار کوی بلند دیگه. البته بخلم که سلیم جان شاهین شکم خالی خوب جلو گفته میتونه، در فیلم ها خوب جنگ کرده میتونه. من کوشش میکنم دیگه که باز آدم که زیاد بخوره باز کار آدم خراب میباشه، مشتم زده نمیتونه، خیز زدم نمیتونه، یکم هم تو برابر دیگه کوشش میکنیم. سلیم جان شاهین، ای که به سینما رو آوردی، آیا تصمیم قاطی داشتی یا ای که یک جای دگه بند موندی باز آمدی به سینما؟ از طفولیت که علاقه داشتم در فیلم ها، ما در سینما اینطور از سرک نامدیم، صحیح کار کردیم و کوشش کردیم، بسیار استادای بزرگ داشتیم ما البته که در سینما آمدیم، سینمای ترمف نیست. ما خدمت تانر شو یک کلمه گپ، یک روز تیر شدم که یک تبنگوالا سیگرت میفروخت، نمشته بود کمپانی فلانی، ما تعجب کردم که حالا این کمپانی های سینما بلکل به این حد رسیده، یعنی بلکل حیثیت سینمای افغانستان پایان آمده. ببخشید دیگه، بر اولین بار که در فیلم نقش بازی کردی و فیلم ساختی، آیا از طرف مردم تشویق شدی یا ای که برات گفتن والا سلیم جان از می فیلم و سینمای گپا تیر شد؟ خدا شاهد است که ما اولین فیلم به نام شکست ناپذیر جور کردیم، در 3 روز یک فیلم 2 ساعته را ما جور کردیم، 1.5 افغانی ما درش مصرف کردیم، 1,00,000 روپیه ما مفاد ازش بردیم، در همون شرایطی که 20 سال پیش ما براتون میگم. همون فیلم بود که تشویق مردم بود که ما تشویق شدم، عاید کردم، نه در هر فیلم ما تاوان ندادیم، در فیلم های خود ما مفاد کردیم، مفاد خوب بردیم که ما تشویق مردم خود هیچ وقت فراموش نمیکنم. وقتی در هر ولایتی که ما میرم این اتو پذیرایی میشم که اتانی تا بچن ایجا به همه تو پذیرایی نمیشه. واقعا یک تعداد هنرمندای رو من نمیفهم چرا عقده های در دلش است که مردم ما تشویق نمیکنه. مردم ما غریب است، مردم ما بسیار عزیز است، مردم ما به در توان ازیر نداره که خدمت ما هنرمند داره کنه، از ما قلب خود ما را دوست داره و ما به خاطر مردم خود کار میکنیم. به نظر شما برای یک سینماگر علم مهمتر است یا تجربه؟ والا علم خوب چیز است، تجربه بهتر است از علم کده. تجربه نداشته باشی، علم داشته باشی که کار نتونی، هیچ امکان نداره. ما به صفت یک دایرکتر چی که یک شاگرد دایرکتر ها میگم که تجربه بهترین چیز است، جرات بالاتر از همه گفه است که اول باید یک هنر پیشه جرات داشته باشه. علم خودش درس است، میاموزانه، میاموزی، لیکن ما فکر میکنم که تجربه بالاتر از همه چیز، شاید باشه اگه اشتباه نکنم. و ما فکر میکنم که سلیم جان شاهین بیشتر تجربه داره. خواهش میکنم دیگه تو گناه بزرگ برای من اندازین، ما کم علم هم دارم، تجربه هم پیدا میکنه آدم. تجربه تون ما فکر میکنم بسیار زیاد است، از حد و اندازه زیاد، چون گفتین دیگه که در رحم مادر شما هنرمند بوده. والا خدا شاهد است راست میگی، اینم یک کلمه را راست میگی، ما عشق از متفلیت داشتم، هر لحظه که مردم میبینن شاید بگه یک چی رنگ است، ما عکت نمیکنم، ما از قلب خود برای شما گپ میزنم. بینندای عزیزم، با شما را دوست دارم، از جان خود کده ملت خود دوست دارم، وطن خود دوست دارم، کوشش میکنم که برای شما یک تفریح مجور کنم.
اما سلیم جان شاهین، ای که سینمای ما نسبت به سینمای خارجی عقب مانده، به نظر شما گناه کی است؟ ما خدمت تو نرشو که می سوال بسیار خوب کردی. ای گناه هیچ کسی نیست، هر چیز معامله در مملکت ما عقب مانده. سینمای ما ای تو رازات گفتیم همیش، امیال فیلمای ما را مقایسه کن از فیلمای خارجی بالاست. از نگاهی که ما چیزی نداریم، امکانات وجود نداره، لیکن چی داریم؟ غیرت افغانیت داریم. وای ما کوشش پیشتر گفتم برات که تجربه در سینما داریم و اگر او وسایل او پول امکاناتی که اونا دارن در پیش ما باشه، ما بالاتر از او فیلم ها جور میکنم. اینو ما برای شما وعده میتم. یعنی به نظر شما گناه از وسایل و امکانات کم است دیگه؟ یک چیز واضح است، اینال ما وطن خود پدر با وطن دیگران مقایسه نمی کنیم. یک افغانستان جنگ زده که 30 سال دارای جنگ بوده و جوانای خود از دست داده، اقتصاد مملکت ضعیف است، فعلا هیچ چیز وجود نداره و کسایی هم که پدر سر قدرت میه فقط جیب خود پر کرده، رئیس پشت دیگران نمی گرده. ما برای شما پیسه دارا و سرمایه دارا چیزی میگم، فکر کنین که در این آتشی که ما را در میتن خودتان در میگیرین، آخر اولادتان در میگیره، پشیمان میشین، پشیمانی سود نداره. ماه مبارک رمضان است، خواهش مهمی است برای سینماگرایتان، برای جورنالستایتان، برای تلویزیونایتان، برای مردمتان خدمت کنین به لحاظ خدا. اگر کسی گپای سلیم شاهین گوش کرده باشه، می گپایشه دیگه، هر چی که گفته باشه زود عملی میکنه. احساسات خودم خدا دیدین. خب سلیم جان شاهین، بیا یک تمثیل کنیم. فکر کو که نعمت برادر خودت است، بالغ است، جوان است، اما روزه نمیگیره و یک صحنه است، شما برش استاد میشین، برش میگین که روزه بگی دیگه، فرض شده سرت. نعمت، برای تو یک چند بار گفتم نعمت که بیبی در این دنیا. نعمت، برای تو چند دفعه ما گفتم که بلیاز خدا یک روزه فرض سر انسان. نماز نمیخونی چرا؟ از خدا نمیترسی؟ اگه هم دفعه دیدم دستر روزه خوردن، اگه ما پوچاقای تا میدان نکدم، خونام امام سلیم شاهین نخواد بود. قیس میگنه ما، لیکن ای اختار آخری است برات. فهمیدی یا نه؟ یا نمیفهمی؟ چرا سرت خم خم جور میکنی؟ سی گپ ده. اینم تو من نمیفهم که ما با زیاد سینماگرا ششتیم، اما سلیم جان شاهین با همگی فرق داره. اگر خم از سلیم جان شاهین ما اینطور یک حساب است که ما کم تمثیل میکنم، واقعیت تمثیل میکنم، اینطور احساس نمیکنم که کمره از سر ما فقط واقعیت میکنم که نمیال در یک نقشی که ما ظاهر میشم فکر میکنم یک حقیقت از خلا است. نیام جانی رو فکرت باشه که ما حقیقت میگم، نماز و روزت قضا نشه. خلاص مهمان یار. مهمان یار. خب سلیم جان شاهین که اینقدر در سینما کار کرده که شاید سالهای سالها بگذره، چندین دهه بگذره، دیگه خدا میفهمه که در قدر مدت چند فیلم ساخته. ما خدمتتان عرض شوه که اگر ما فیلمای کوتاه و بزرگ سینمایی خود حساب کنم، از 70 میپره. یعنی فیلمای کوچیکی که ما جور کرده بودم 20 دقیقه و 2 دقیقه هم الان دار شیفم است، تقریبا از 70 فیلم بالاتر از ما شده. اولین کسی هست که پرسانش کردم که چند تا فیلم داری، دقیق برم حد و اندازیش گفت. اگر نه نعمت، اگر فکرت باشه آوازخوانه که پرسن کنی چند آهنگ داری، میگه والا ببخشی یادم رفته، فراموش میشده دیگه. این خوب است، حسابش برات معلوم است. برای کل بیننده معلوم است که من چقدر فیلم دارم در بازار بوری، غیر اون فیلم های ماست دیگه دکانم. منتها من که پیش خود حساب کرده بودم 69 تا بود. من نمیفهم یک تا دیگه از کجا شد. والله تو راسته که می فیلم معتمد در جمعش حساب کردیم. خب سلیم جان شاهین، کدام فیلم هم داری که دو فیلم اصلا جنگ وجود نداشته باشه؟ والا فیلم دارم، بله، گمراه شدگان بود، فیلم برای جوانا بودک، و یک فیلم دیگه به نام فریاد است که ما این نو داستانش جور کردیم خودم که اونمور جور میکنم. ما از این بعد از فیلم ماتم
این فیلم های جنگی رو ختم کردیم. 4-5 فیلم داستانی که بسیار یعنی خوب فیلم باشه برای بیرون از کشور و داخل از کشور، من کوشش میکنم که فیلم های خوبتر برای فستیوال. اینه به این خاطر گفتم که در این وقتا سینماگرای افغان ما وقتی که فیلم میسازه دیگه بیشتر توجهش سر جنگ میباشه، میگه چطور از جنگ داره نداره، بعضی از متنای ما پرسان میکنه، اما فکر میکنم بدون جنگ هم یک فیلم میتونه بهترین فیلم باشه. بله بله، بهترین فیلم های ما هم تو یک فیلم به نام میوه سوخته جور کرده بودیم، به نام قول یک فیلم جور کرده بودیم، از ما که کل بینندای تلویزیون دیدن بسیاری فیلم های مرا دیگه، به نام چی بوده که خاک یک فیلمک داشتم خورد، این فیلم های ما بسیار استقبال شده. ما کوشش ما این جوان های تو فکر میکنه، همین فقط یک تعدادش البته دیگه که اگر بشنوین هم دیگه ولا جای شرم است به خدا، همین یک چیزی که جور میکنم طرف کپی میکنین، شرم نمیکنین؟ یا کلب جور میکنیم، یا کار جور میکنیم، با طرف ازش کپی میشن، ولی بالکل بساب بد گپ است. کوشش کنین از مغزتان یک چیز بیاموزین و کاش که شما بتونین همون کار را که من میکنم همون تو بتونین، من خوش میشم. خب بازم من میایم سرمو جنگ منتها بعدی کسا میگه که سلیم جان شاهین آرام نمیگیره وقتی که فیلم جنگ نکنه کیره نزنه، ولی تو راسته که همین رویه مردم افغانستان ما همین فیلم های خارجی یک کمی بدر یاره چی جور کده که حال جنگیست نه، حال اگر ما هرچی که مشتا میزنیم میگه ولی اینی از فیلم اینی فیلم تقلید کده، یعنی هیچ مادست نداریم، یعنی هیچ مشتیاد نداریم که چی رنگ بزنیم فایت کنیم. مثلا این حال فرق میکنه فیلم ها، مثلا من فیلم دین جور کدم، چرخه جور کدم، یک فیلم ورزشی کلگی شروع کرد، ورزشی شروع شد، فیلمی که مواد مخدر 20 سال پیش فیلم آتش ما جور کردم، اختطاف ما جور کردم، مثلا گمراه شدگان، این فیلم ها رو من یک زمان بدر زد مواد مخدر جور میکردم بدر. خب سلیم جان شاهین، جنگ هایی که فیلم های شما میداشته باشه چطور از مصرف داره نداره، یا ای که فقط دان بینی یک شخص میده میشه و یک دانه خربوزه یا تربوزه در فرق سر یک کسی میده میکنی؟ ما نمی فیلم های ما که میبینین شما، ما این تاکتیکی سینمایی جنگ میکنم و تا جایی که ما دیگه کمپانی ها یا دوستایی را که فیلم جور کردن زدن میدار، یکی دیگه خود مایده کرده سرد سیم و در شفاخانه رسیده، مثلا اینمی کارها را بدر کوشش کنن یک دایرکتر خوب پیدا کنن که فیلم خوب برشان جور کنه که جوانای ما ضایع نشه. هر فیلمی که میسازی چقدر توان میکنی؟ ما والا خوشبختانه تاله توان نکردیم، هرگز توان نمیکنم، کوشش ما از فیلم میسازم که سردنو کام کشم، من افتخار میکنم که برای ملت خود یک چیز جور کردیم. ایره به این خاطر گفتم که متاسفانه بعضی از سینماگرای ما وقتی که فیلم میسازن همین چیزی مصرفه که سرش کده، حتی او را پس پوره کردن هم میتونه سرش. راجع به این گپ بسیار سوال خوب بود، یکی از هنرمندانه که بلکه چند هنرمنداره فیلم جور کرده، مثلا 5 لک 6 لک مصرف کرده برده در 5000 افغانی سودا کرده برای فیلم، برای دکاندار، او دکاندار مرا خنده میکنه والا دیگه ما چی کنم. اینم یال فیلم چرخ کلگی خبر داره که حتی با 6 لک 7 لک روپا میخرن، من نمیتونم. یه عمو گپ شد که میگه یک افغانی فایده میکنه باز دو افغانی رو پس نوشجان میکنه، والا متراکونی شده بدرم سینما افغانستان هم نمره انگیز به خاطر که شهرت بکشن، شهرت به این قسم نمیشه، شهرت بدر درس بخوان، شهرت بدر یک جای برو بدر ایسه که بخش سینما رو یاد بگی، اصطلاح سینما رو باید یاد داشته باشی، با دستور تو در سینما بیا نادیده بدر ایسه که حالا بترای بدر ایسه که بس خلاص. بعضی از هنرپیشه‌های ما در لپسنگ آهنگ ها مشکل داره، شما چطور هستین؟ والا از مرا خود دیدن دیگه که من فت هستم دیگه، باز در لپسنگ دیگه بالکل نمره دارم، در دیگه چیزا ما چون مگر بیننده خوش داشته باشه، لیکن لپسنگ فت لپسنگ میکنم دیگه، از متفلیات دیگه آنگای هم از ظاهر زیادتر من لپسنگ میکنم. بیا دیگه اینجا میگه آنگ لپسنگ کو چی رو لپسنگ کنیم او برادر، من خودم خواننده هستم، خب من یک خواندن برات میکنم، من بخوانم بازم رو پس لپسنگ. یادم پنجشنبه بود آمدی زیارت با دو چشم خوشگله دل کردی غارت، یادم پنجشنبه بود آمدی زیارت با دو چشم خوشگله دل کردی غارت، آخه تو سخی جان جایی حرفا نیست، نمیدونم چه میخوا بگو منظور تو چیست، بگو آدرست کجاست تا بیام خواستگاری، تو رو این سخی جون تو بهانه نیاری، تو خیابون صفا کوچه مهر بفا کلاس ازار عشق تو بیان خود
خونه ما تو خیابون صفا کوچه مهر و وفا کلاس ازار عشق تو بیا خونه ما. بسیار مقبول بود، بسیار عالی بود، صدایش بیخی نمو خدا هم تو فکس آوازخانه محلی ما شما وارزه. ولی آز خدا نه بیدر و گپا نیستم و سیاه آوازخانه استم. سلم جان شاهین، وقت که بیرون مبرایی در شهر بازار میگردی مردم چی میگید؟ چی صدایت میکنه؟ ولی کسی قی صدا میکنه بخاطر که من فیلمم زیاد مشهور شده بودم چای فروشی، یا نه من خودم شخصا از تک تک مردم خود خوش هستم، ما رضایت کامل دارم. در هر ولایتی که میرم با پذیرایی ما هستن، از خرد تا بزرگ من ممنون مردم افغانستان خود زیادتر هستم عزیزم. با خدا راستی که بسیار استقبال میکنن مرا. واقعا که هم گپایت ما را گرفته هم همراه گپایت یک شنایت، اما حال مجبور هستیم که یک وقفگک بگیریم، بعد از او باز ما شما مجلس ادامه میتیم و بخیر میرسه هم دیگه. بخیر دیگه، ده خوردن شروع میشه دیگه بخیر. ولی هم تو خمار هستم بیدار که نعمله دیگه. بگر سلیم جان، اگر ما نمیامدیم اقدر وقت چطور سپری میکردی؟ ولی اینطور اگه صاحب هسته که من خوب بعد از همیچی پنج که میشه برای نیم ساعت ورزش میکنم، ایسونیسون میدم و منادم وقت مرا تو گرفتی دیگه. خب حالا خدا کنه بخیر که زود افطار برسه. انشالله میرسه بخیر. خب دیگه فیصله شدیم دیگه. کدما که بودی رای نزن، سه ساعت دیگه هم میچلانم. مهمان یار. مهمان یار. نعمت، میخوایی بچه فلم باشی؟ خب بیار نه یک 100,000 افغانی بیار پیش سلیم جان شاهین، باز بخیر بچه فلم میسازید. اینی میگه پا ما شنیدیم. ولی تو را که صاحب هسته که اینمی ما اصلا در زندگی اینمی رو مرد میکنم برد که ما در زندگی از کس پول نمیگیرم که برش فلم جور کنم، بخاطر که باز فلمم ضعیف میه. از دیگه مردم ها را شنیدیم که بیدر از 50 رپم شروع میکنه که ازش میگیره میره شده بیا که ما تو را بچه فلم جور کنم. میگه پا ما برکل اگه معلوم هستم که ما اصلا از کس پول نمیگیرم، که پولم بگیرم قسم بر جور میکنم که بزنس شریکی، مثلا اگه 2,00,000 مصرف میکنه آیت میکنه نصف کدش میکنم. این کار بسیار نیک است، روز بر روز رشد میکنم مملکت ما هم کمپنی هم. یک تعداد دیگه ما گفته نمیتونم، زبانم بند است. یک تعداد بیادر بعضی نمی خالیگاه استفاده میکنه، جوان ها رو پولایش میگیرن بیادر بیا که ما تو رو بچه فلم بسازم، باز در تصویر هم نه آخر، باز در تابوت از در آخر چو شدی ولده تابوت بودم. او رنگی خوشم نمی عزیزم. خیلی گپ دیگه تبلیغ دشمن بوده. باور که ما هم شنیده بودم که میگه 100% این 1,00,000 افغانی که پیش بیاری برای سلیم جان شاهین یک نقش مرکزی در یک فلم برت میته. خب دیگه چی بگویی؟ دیگه نوازای سرچوک میباشد. من میگم تا دیگه چی بگویم؟ در افغانستان هر که رشد کنه، فیلم خوب جور کنه، زحمت بکشه، دیگه چی؟ دید که هیچ چیزی نیست، باز یک کار برش جور میکنن که باشی بده اینمی نامش بچه. نه نام ما بد نیست، میگه خاک خوش در دیوال هیچ واده نمیچسبه. سلیم شاهین برای کل ملت خود معلوم است، از پول خود، از زور خود جور کردیم و جور میکنم. ای تو کس نیست که بگه یک دهی ما دادیم برات بگه فلم جور. اگر خدا قدرت بدهد چی میکنی؟ اگر خدا قدرت بده ما برات میگم کسایی که قیمت میفروشه یا کلش سر میزنم. سلیم جان شاهین چند شاگرد داره؟ ما اینقدر تربیه کردیم شاگرد که حتی از همه مغز ما هم دور از ما فکر میکنم از 5,000 بالا. ولیکن شرایط قسم است که یک شاگرد وقتی که در فیلم میارمه شهرت میکشم، استاد خود نمیشناسه که استادش کی است. نزدیک بود که حالا ده ای چوکی پیشینی بخرم ده ای چوکی جای نمیشی. والله ایتوری اگه صاحب از تو اشتباه میکنی بیادر من بسیار خورترک هستم در کمره کلان معلوم میشه. چندین بار سفر داشتی به کشور هندوستان و واقعا که او قصه های دیگه بر ما بسیار جالب است. میشه از اون قصه هایی که تو حال جای قصه نکردی اون تو کاغذ پیچ مانده امور بر ما بگویی؟ خدا بسیار جالب است، بسیار جالب است بر ما، خصوصا یک دو مطلب، یک شاروخان، یک هم از تولسی رو رفتیم بعد ما رو دعوت کرد در عین شوتنگ، گفت سوال کن. من گفتم میفهمی تو درامه تو در افغانستان خصوصا در تلویزیون بهترین تلویزیون ما تلو با نمایش گذاشته میشه، کل مردم دیگاه خود اعلام میکنه دیگاه میسازه، لیکن تو
برنامه تو را اینه چی نمیکنه، غیر حاضری نمیکنه از برنامه. و دیگه نفر به خدا جالب بود، گفتم مرده در روی میدان مونده، گفته باش خیم امی سنه تلزی رو خوما ببینم بعد از اون مرده رو گور میکنم. از خنده زوب کده امی قصه سلمان خان و شاروخ خان همو تماند. آه شاروخ خان هست، من خود یک جای دلب هاو همه تو بر خانه دارد، یک منزل باز دیگه منزل هم آباد کده میرفت. ما پوسترای خود همین 30 فیلم خود مکمل برزی در پشت دروازه دادم برای پیره‌دارش، گفتم بگو که اینا هیروی افغانستان آمده سلیم شاهین. خب یک ساعت بعد بود ما رفتم در مورتل که زنگ آمد که سلیم شاهین از افغانستان است یا از پاکستان. ما گفتم نه، گفتم از افغانستان است سلیم شاهین. خب یک ساعت بعد ما را آمد مورتل بردن اونجا در خانهش یک گلاس چای خوردیم و او لندن میرفت که همین فیلم دانه پر میکرد. دیگه این بسیار جالب بود برای ما که بیدر این ما کوشش میکنم که بسط بین ملل فیلم جور کنم، در تمام جهان فیلم افغانستان نمبر 1 شوه. کوشش ما همی هست، عشقی که ما دارم اگرچه ما جور میکنم این که بزین مردم خوب است یا خراب است، یک بینندام که داشته باشم ما فیلم جور میکنم. یک بیننده امینجا چند قصه که سلیم جان شاهین مجبور دیگه ما هم یک قصه گرم که آلمان کم نبیم. ما هم یک دفعه رفته بودم در امریکا دیگه، همونجا همی دیدم واندمه. خب واندم که دیگه ستاره هالیوود است که همی دید مره تمام کامرا و تمام گزارشگرای دیگه را جواب داد، گفت من صرف کردی مجیب امروز مصاحبه میکنم. قربانت نجیب جان اینطور ما برای مجیب مجیم جان گوش کو، ما که فکر میکنم یک وقت بهتر اثر چپرکت خراب افتیدی می رنگی نبود به خدا می رنگ بود ادمی اینمی دادقه دیگه سر ما شما یک ساعت میگذره. بسیار خوب بسیار خوب، اینم نان تیار است آماده است. تو میفهمی که من نامش غذا را یاد دارم که جور کنم مونتا نان اگر آماده باشه، اگر آزان نشه دیگه ما خیلی اجازه نداریم دیگه نان بخوریم. نه گناه عظیم است پدری سگی چی میگی تو اینا لگا پدگا صدای آزان مسجد دنجی می می خونه اتمی می آید دیگه سپورت ما به خدا که نبه میاریمش با این به خاطر گفتم اگر خدا نخواسته برق رفته باشه در مسجد با صدای آزانش تور بشنوی. والله بدبختی است بدر برای ملت ما، در این شرایط باید برق یعنی 24 ساعت باید باشه، این برق چطور نباشه؟ از برای خدا شو میخزیم در تاریکی باید برق هم حداقل باشه. برقیا از خدا بترسین دیگه، نه شما روزه تان در برج تان افطار میکنین بعد از پیش گروه، ما بعد از دم شم افطار کنیم، گازم خو خریده نمیتونیم از قیمتی مجبورم شما چالان کنیم، ما کده چوب چای جوش میتون به شرم دیگه. یک بچه فیلمتون برق نداره. فقط یک چند دقیقه دیگه من فکر کنم شاید مانده باشه به خاطر اینکه که ان شاء الله بیشکت است بیشک. جل جلاله او جل جلاله او الله را شکر خدایا. مونتا ای اذان محمدی نیست یا گلان تجارتی است؟ چی میگی ها برادر؟ بله از خدا و قرآن چی میگی؟ ما نزدیک خورده بودیم علیکه اینه نشان میته. خو ما یالی نزدیک خورده بودم ها بینینده امیر فکر تست نیمد زیاد کسا بعض وقتا اشتباه میگرفتن. الله اکبر الله جل جلاله او پروردگار خدایا به این ماه مبارک رمضان تمام ملت ما را آرام بسازه، از بدبختی نجات بده. پروردگارا این مردم مظلومه تو با پناهت نگاه کو، کسایی که دست خراب داره به مملکت ما دستایش قطع کو پروردگار. آمین یا رب العالمین. دیگه بودار نه اشهد ان لا منم پیش کنیم که هم روزه بگه داره. برادر بگه دیگه اینی رنگی به تو میده یا نه؟ نه خیلی بگه با مخوبی دیگه نوشه جان نیامد جان قند. اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. باز گرفتی او برادری چی حال است؟ من میگم گود بای گود بای خدا حافظ قیسه ای دیگه تک تک سلام برای تلویزیون تلو و ملت قهرمان افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من ممنون مردم افغانستان خود زیادتر هستم عزیزم به خدا، راستی که بسیار استقبال میکنن مرا.
واقعاً که هم گپایت ما را گرفته هم امرای گپایت یک شنه.